درود به همه شما ورزشتیوبی های عزیز و دوست داشتنی. قبل از اینکه به خبرهای ورزشی سیاسی پردازم، بهتره که دوتا از مهمترین اتفاقات امروز توی ایران رو بررسی کنم. بعد از کشتار نمازگزارای زاهدان توسط سپاه، کم کم این شهر داره تبدیل به یه لشکر متحد بر علیه جمهوری اسلامی میشه. مولوی عبدالحمید اولین کسی بود که رسما بر علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت و خامنه ای رو تهدید کرد. امروز مولوی عبدالغفار نقشبندی هم به همه علما و مردم این شهر اخطار داد که باید هرچه زودتر موضعشون رو مشخص کنن، یا در کنار مردم زاهدان هستن یا بر علیه اونها. از تمامی علمای بلوچستان و اهل سنت می خواهیم که اگر مسیر خودشان را، راه خودشان را مشخص کنند، صفشان را مشخص کنند، در کنار مردم زاهدانند یا علیه مردم زاهدانند. هر کسی که در هر جلسه ای شرکت کند، مادامی که خون ما گرفته نشده، هر کسی که در هر جلسه ای شرکت کرد، او خائن به جوانان زاهدان است. در ادامه هم یک کلیپ تماشا کنید از نحوه خنثی‌سازی توطئه یه بسیجی دانشجو توسط یه دختر دانشجو. دختری که بلافاصله بعد از شناسایی یه بسیجی که در حال فیلمبرداری از دانشجوهای معترض بود بهش حمله ور شد و درس خوبی بهش داد. علی کریمی از امروز موج جدیدی از مبارزات و افشاگری‌هاش علیه سپاه و جمهوری اسلامی را آغاز کرد. کریمی در واکنش به خبر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه که بهش هشدار داده بود از جونش محافظت کنه و مدعی شده بود که جریان ضد انقلاب به دنبال ترورش هست، نوشت تهدیدها فقط و فقط از سمت شماها بوده. خون من از خون مهساها و سیاوشها رنگین‌تر نیست که به ناحق ریختین. چه افتخاری بزرگتر از اینکه خونم برای کشورم ریخته بشه. کریمی در واکنش به صحبت‌های بهادری جهرمی که در میان شعارهای دانشجوهای دانشگاه قم گفته بود، علی کریمی میتونه با خیال راحت به کشور برگرده و هیچ کس هیچ مشکلی باهاش نداره، نوشت شماها پیکر رضا حقیقت نژاد رو به خانواده‌اش تحویل بدید، برگشتن من پیشکش. برای اونایی که نمیدونن ماجرای رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و عضو تحریریه رادیو فردا چی بوده، یه برش 30 ثانیه‌ای از صحبت‌های امروز مادرش پخش می‌کنم. من مادر رضا حقیقت نژاد هستم. 6 سال بچه من دیدم. بعد 6 سال 6 ماه دوران مریضیش هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور، داخل فرودگاه بچه من سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه و هیچ دسترسی هاشون خواهش کنم شما هم جای ما باشید، درد دلمون رو گوش کنید، یه پیام به تمام کشور سراسر ایران برسونید. خاصه مادری هست که 6 سال بچه شده. کریمی با یه استوری دیگه مردم ایران رو به اعتراضات بیشتر به مناسبت 40 قربانیان اعتراضات اخیر تشویق کرد. کریمی با اسم بردن از مهسا امینی، ابوالفضل آدینه‌زاده، سارینا اسماعیل‌زاده، شیرین علیزاده، میلان حقیقی، نیکا شاکرمی و سایر قربانیان سرکوب جمهوری اسلامی نوشت همه مردم ایران تا ابد عزادار دختران و پسران از دست رفته خودشون هستند. کلیپ دیگه‌ای که خیلی توی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته، حمایت مردم سقز از وریا غفوری در 40 مهسا امینی بود. مردمی که با گرفتن عکس‌هایی از وریا غفوری در کنار مهسا امینی، حمایتشون رو از ورزشکار محبوب شهرشون اعلام کردن. Yeah, that's how you do it.
به جز وریا غفوری و علی کریمی، سلبریتی های دیگه ای هم هستن که به هر حال به روش خودشون از مردم حمایت میکنن. به گفتگوی جالب اکبر عبدی با خدا بعد از جنایت شاچراغ دقت کنید. شب بخیر. فکر میکنم وقتشه که دیگه با خدا صحبت کنم. از خدا خواهش میکنم و خودشو به خودش قسم میدم توجه کنه به ایران. ایران بالاخره زیر مجموعه دنیا و هستیه دیگه. درسته یه ارزنه در مقابل همه یه هستی شما ای خدا، پس توجه کن بش. الان نیاز داره ایران به توجه شما. اگه میشه ساختمون متروپول دو بار بریزه، شاه چراغ چرا؟ اونجا چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ تا کی چله نشین باشیم؟ امروز چله نشین مهسا بودیم، فردا چله نشین یه کسی دیگه، یه جوان دیگه، و فردا و فردا و فردا. خدایا توجه تو به ایران بیشتر رو کن. الان وقتیه که ما ایرانیا به توجه شما خیلی نیاز داریم. مثل همیشه ازت ممنونیم و شکرگزارتی. خیلی ممنون. گروه هکری انانیمس که چند روز قبل با هک کردن سایت وزارت اطلاعات افشاگری‌های مهمی از پشت پرده‌های رژیم آخوندی انجام داد، امروز با انتشار این ویدیو برای فیفا درخواست حذف تیم فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی قطر رو یک بار دیگه مطرح کرد. With all bureaucracy, we are anonymous and we have a message for you. Iran set to be kicked out of this year's FIFA World Cup and replaced by Ukraine over Russia's alleged use of Iranian drones in its war on Kyiv. While Iranian leaders will have fun watching their national team play at the World Cup, Ukrainians will be killed by Iranian drones and Iranian missiles. Iranian people will continue to be persecuted. Women, men, children who fight for their freedoms will continue to be locked up and killed by the Islamic Republic regime. While leaders watch their teams play World Cup 2022, the blood of the innocent will continue to flow as the game continues for the bloodthirsty killers. Every one of them, the drones, was produced, delivered by Iranian authorities. Iranian instructors and the military directly trained and handled drone launches that destroyed homes, museums, universities, offices, sports grounds and playgrounds, and most importantly, killed Ukrainians. We Anonymous join the protest and call on FIFA and the entire international community to immediately ban the Iranian national team from playing at the World Cup for the country's direct involvement in the terrorist attacks against Ukrainians. We ask to replace Iran with Ukraine. Replacing Iran with Ukraine would be historically and sportingly justified. We declare Operation World Cup activated and ask everyone to join the pressure on the football bureaucracy to trigger the expulsion of Iran's World Cup team in Qatar on November 20th. Your choice expels the Iranian team immediately from World Cup 2022 or wait for us. We are anonymous. We are legion. We are the oppressed people of Iran. We don't forget. We don't forgive. Expect us.